حمله آمریکا به مواضع کتائب حزب الله در عراق و سوریه. پنتاگون میگوید 5 مقر این گروه وابسته به ایران را بمباران کرده. با خبرنگارانمان و همینطور تحلیلگران منطقه در این باره صحبت میکنیم. در ادامه این برنامه، مجادله تهران و پاریس بر سر آزادی دو فرانسوی زندانی در ایران. این رویارویی دیپلماتیک تا کجا پیش میرود؟ حضرت عباسی شما خوابتون میبره؟ اینو خواهش میکنم به آقای وانی هم منتقل بکنید. خونهای ریخته شده گردن کیه؟ انتقاد از سرکوب اعتراضهای آبان ماه به حلقه خودی ها رسید. چرا حکومت به هیچ کس جواب نمیدهد؟ حالا اقتصاد منهای نفت ما امسال سال آینده دو روز بعد از حمله راکتی به پایگاهی در عراق که در آن یک مقاطعه کار آمریکایی کشته شد، نیروهای آمریکایی حالا مقر فرماندهی و انبارهای اسلحه و مهمات گردانهای کتائب حزب الله عراق را بمباران کردند. منابع امنیتی عراق میگویند در این حمله دست کم 4 نفر از اعضای این گروه کشته و 30 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که به مواضع این گروه در 3 نقطه در عراق و 2 نقطه در سوریه حمله کرده. کتائب حزب الله عراق از گروه‌های مورد حمایت ایران است و متهم حمله‌های راکتی پی در پی به پایگاه‌هایی که آمریکایی‌ها در آنها حضور دارند. حملاتی که صدای وزیر خارجه آمریکا را هم درآورده بود. مایک پومپئو 2 هفته پیش به ایران هشدار داده بود که آمریکا در صورت ادامه این حملات راکتی واکنش نشان خواهد داد. حالا وزارت دفاع آمریکا گفته هدف حمله‌هایش کاهش توان این نیروها برای حملات آتی است. کامیز فتاحی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست. کامیز، وزارت دفاع آمریکا بیانیه‌ای داده، کمی راجع به جزئیات اون به ما بگو. و این تنها بیانیه ای که باید این رو اضافه بکنم که از طرف مقامات آمریکایی داره صادر میشه. کاخ سفید و نهادهای دیگر از جمله آقای ترامپ هنوز سکوت اختیار کردن در مورد این حمله. به هر حال چیزی که مشخص هست، بنابراین چیزی که آمریکایی‌ها میگن، حمله هوایی بوده. هرچند برخی از گزارش‌ها حکایت از این داره که پهپادهایی نقش داشتند. 2 هدف در سوریه و 3 هدف در عراق این بمباران شدند. ظاهرا تعدادی هم کشته شدند. بنابر در واقع گزارش رسانه‌های محلی، چند شبه نظامی در واقع عضو این گروه متحد ایران از جمله یک فرمانده محلی این گروه کشته شدند. هرچند آمار رسمی و قطعی هنوز به نظر میاد که اعلام نشده باشه. به هر حال این حمله در حالی داره صورت میگیره که آمریکا در گذشته هشدار داده بود، در میشه گفت ماه‌های اخیر خیلی صریح و ظاهرا پیامی هم به ایران داده بودند که اگر به نیروهای آمریکایی حمله‌ای بشه و در حمله کسی کشته بشه، این خط قرمز آمریکاست و به نظر میاد که برای اولین بار این خط قرمز رو دارن به اجرا میگذارن. بعد از حمله‌ای که روز جمعه شد به یکی از پایگاه‌های عراقی در هولوش کرکوک که از جمله نیروهای آمریکایی هم اونجا حضور داشتن و یک پیمانکار ارتش آمریکا در اون حمله کشته شد و ظاهرا شماری دیگر هم زخمی شدند و همینطور برخی از جمله برخی از نیروهای عراقی که ظاهرا اونها هم تلفاتی داشتن. در واکنش به این حملات گروه ابو در واقع کتائب حزب الله به رهبری ابو مهدی مهندس رو آمریکا هدف قرار داده. برای اولین بار در گذشته او را تحریم کرده بودند 10 سال پیش، بعد از گذشت 10 سال و به هر حال با توجه به اینکه در گذشته هم درگیری‌هایی با هم داشتند، این بار برای اولین بار دارن هدف قرار میدن این گروه رو در شرایطی که متحد بزرگ آمریکا اسرائیل همین یکی دو روز پیش فرماندهش گفته بود که از احتمال وقوع جنگ محدود با ایران هشدار داده بود و برای اولین بار به برخی از اقدامات عملیات اسرائیل در عراق اشاره کرده بود. گفته بودن که اینها اجازه نخواهند داد که ایران از راه عراق بخواد برای سوریه و لبنان تسلیحات بفرسته. در یک چنین شرایطی هست و که با بالا گرفتن تنش به نظر میاد که آمریکا هم میشه گفت یک درجه حالا جلوتر رفته و دست به اقدام نظامی زده که در تا به حال این کار رو علیه یک گروه به این نزدیکی به ایران انجام نداده بود. ممنونم ازت کامیز فتایی، همکارم از واشنگتن با ما. اما اینجا در استودیو نفیس کوهنورد همکارم به ما پیوسته. نفیس، تو از گروه های حاضر در عراق به خصوص هشت شبی باشون آشنا هستی. این گروه کتائب حزب الله رو چقدر راجع بهش میدونی؟
مجید، کتاب حزب الله یک ساختاری داره دقیقاً شبیه حزب الله لبنان، بسیار ساختار سری داره و تشکیلش برمیگرده به سالها قبل از حتی سقوط صدام، اما مشخصاً بعد از سقوط صدام به صورت خاص از طرف جمال جعفر آل ابراهیم یا معروف به ابو مهدی مهندس، فرمانده اصلی کتاب حزب الله که اون زمان مشاور نیروهای قدس ایران بود، از طرف این گروه از طرف ایشون شکل گرفت و به صورت بسیار گسترده در سوریه شروع کردن به فعالیت، در جنگ سوریه فعالیت می‌کردن. قبل از اون خیلی نقش مهمی داشتن در جنگ با نیروهای آمریکایی از سال 2003 و به خصوص در سال 2007. حتی این گروه ویدیوهایی از خودش منتشر کرد که این نیروهای آمریکایی رو مستقیما هدف قرار میدن. جزو گروه‌هایی هست که با این که در ساختارش هشت شعبی است، اما به هیچ وجه فرمانبری از خود هشت شعبی نداره. هشت شعبی گروهیه که الان زیر نظر نخست وزیر عراق، اما این گروه مشخصا هم از فرماندهی خودش فقط فرمانبری داره و هم آقای خامنه ای رو به عنوان فرمانده اصلی خودشون میدونن. جزو معدود گروه‌های هشت شعبی است که نه فقط به عنوان مرجع، که به عنوان فرمانده آقای خامنه‌ای رو در نظر میگیرن، اینقدر نزدیکن. یعنی این گروه دقیقاً چه کرد در طول چند ماه گذشته که در نهایت مورد حمله آمریکا قرار گرفت؟ نمیتونیم بگیم که همه حمله هایی که اتفاق افتاده از طرف این گروه مشخصاً اتفاق افتاده، اما در هشت ماه گذشته ما 11 حمله موشکی به پایگاه‌های عراقی داشتیم که در اون نیروهای ائتلاف هستند و البته بخش بزرگی از این پایگاه‌ها در اختیار نیروهای آمریکایی و به نوعی پایگاه آمریکایی هم محسوب میشه. اما گسترده‌ترین حمله، حمله‌ای بود که در کرکوک اتفاق افتاد. نزدیک 30 موشک به پایگاه شلیک شده بود و با توجه به اینکه نیروهای آمریکایی میگن در حمله‌ای که اخیراً به عین الاسد در انبار شد و هم در حمله پایگاه کیوان یا همون کرکوک، تعدادی از این موشک‌ها رو پیدا کردن و آن موشک اندازش هم، دستگاه موشک انداز رو هم رها شده در نزدیکی این مقرها پیدا کردن و بعد از بررسی به این نتیجه رسیدن که به احتمال خیلی قوی اینها همون موشک‌هایی هست که از طرف ایران به کتایب حزب الله در طول 2016 تا 2018 داده شده و انگشت اتهام هم مدام به سمت این گروه بود، برای اینکه این گروه مشخصاً بارها اعلام کرده بود که تحمل نداره آمریکا رو در ایران، در عراق ببینه. ما خودمون سال گذشته با یکی از فرمانده‌های عملیاتیشون مصاحبه کرده بودیم که خیلی واضح در مقابل دوربین‌ها گفتش که اگر آمریکایی‌ها نرن بیرون ما می‌بریم، ما مجبورشون می‌کنیم مثل گذشته از اینجا برن بیرون. و اگر کوتاه بتونی بهمون بگی عملا با این حمله امروز ما عراق رو در چه شرایطی میبینیم به لحاظ روابط با ایران؟ خیلی شرایط بغرنجیه، برای اینکه قبلا این اولین باری نیست که مقرهای گروه‌های هشت شعبی یا نیروهای نزدیک به ایران داره هدف قرار میگیره، چه در سوریه چه در عراق، ولی بارها گفته بودن که هواپیماهای ناشناس، بیشتر نگاه‌ها به اسرائیل بود که این پهپادها داره از اسرائیل هدایت میشه. ائتلاف مدام تکذیب میکرد دخالتش در این نوع حملات رو، اما این بار دیگه مشخصا اومدن شمشیر رو از روی بستن و میگن آمریکایی‌ها زدن. آمریکایی‌ها دقیقا الان مهمان عراق هستن و تا الان همیشه، اگه اینطور بگم، فرمانده‌های آمریکایی همیشه حواسشون این بود که بگن که ما مهمان عراقیم، به خواست عراق اومدیم و تنها دلیل بودنمون در اینجا فقط مبارزه با داعشه و نه چیز دیگه. و حتی زمانی که مقامات آمریکایی صحبت از این که حتی وقتی که آقای ترامپ گفت که ما چشمون از عراق به ایران خواهد بود، فرمانده‌های آمریکایی روی زمین چنین چیزی رو تکذیب می‌کردن، می‌گفتن نه، ما نقشمون مشخصا در مورد داعشه. ولی الان به نظر میرسه اولا این نقش داره عوض میشه، چون به نوعی این حمله از طرف از داخل عراق فرماندهی شده، یک بخش از خاک عراق مورد هدف قرار داده شده، فقط سوریه نیست، در خاک عراق هم هدف قرار داده شده، گروهی هدف قرار داده شده که به هر حال با نیروهای مرزی، حتی الان مرزی عراق، رابطه بسیار نزدیکی دارن در سوریه، همیشه با هم دیگه هماهنگی میکنن و پایگاه‌هاشون هم نزدیک پایگاه‌های آمریکاییه. در نتیجه الان خود دولت
حالا نصف نیمه عراق هم به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت و ما به نظرم تا روزهای آینده دو تا اتفاق ممکنه بیفته، یا واقعا چشم در برابر چشم شده، یک نفر کشتن یک نفر کشته شده از طرف مقابل، اینطور در نظر خواهند گرفت و تنش رو پایین خواهند آورد، یا نه از این به بعد ما شاهد همون تحولاتی خواهیم بود که از سال 2003 در عراق دیدیم و این نگرانی بزرگ خیلی از عراقی هست. البته که هنوز هم معلوم نیست که از این گروه چند نفر کشته شدن، هنوز تعداد اونها مشخص نیست. ممنونم ازت نفیسه کونوت همکارم اینجا در استودیو با ما. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن به ما پیوسته. آقای هاشمیان، نفیسه هم اشاره کرد، خب انگشت اتهام همیشه به این گروه بوده، اما هیچ وقت به صورت مشخص این گروه نپذیرفته که این حملات راکتی رو انجام میداده. به نظر شما چه شد که به ناگهان آمریکا به این نتیجه رسید و دست به اقدام نظامی زد؟ مهم نیست که این گروه بپذیره یا نپذیره و طبیعتاً هیچ وقت هم نخواهد پذیرفت. مهم اینه که آمریکا دلایل بسیار قوی داره که این گروه در این حملات درگیر. یکی دو روز گذشته در اینجا شورای عالی امنیت ملی آمریکا جلسات متعددی داشت در مورد این مسئله و تصمیم گیری در این مسئله رو تنها به پنتاگون واگذار نکردن، در واقع از طریق شورای عالی امنیت ملی این تصمیم گرفته شد و بر اساس مدارک کاملا مشهود و واضح که مؤسسه هودسون هم یه مقداری به این مدارک اشاره کرده، در واقع مشخصه که کتایب حزب الله یا گردانهای حزب الله در حملات، حداقل 5 حمله اخیر در ماه همین ماه دسامبر شرکت داشته. در 3 دسامبر این گروه به بزرگترین پایگاه آمریکا در علمبار یعنی عین الاسد حمله کرد و همینطور به کیوان در چند روز گذشته و حملات دیگه ای رو هم داشته. قبلا هم از لحاظ سیاسی اینها تلاش کرده بودند که در پارلمان علیه نیروهای آمریکایی کاری انجام بدن که این نیروها، بخصوص وقتی که تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفت، تلاش کردند که نیروهای آمریکایی را از طریق سیاسی و طریق پارلمان در واقع خارج کنن از خاک عراق، که با شکست مواجه شدن و بعد آمدن دست به عملیات خشونت‌آمیز و موشک پراکنی به این شکل زدن. کاملا واضحه که این کار توسط اونها صورت گرفته. اینجا در استودیو نجا محمد علی کارشناس مسائل خاورمیانه هم به ما پیوسته. آقای نجا، فکر میکنید که عملا چه شد که آمریکا به اینجا رسید که در نهایت حمله نظامی بکنه علیه این گروه، با توجه به اینکه مایک پومپئو 2 هفته پیش انگشت اتهام رو مستقیما به سمت ایران گرفته بود در مورد این حملات راکتی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم این یک گام دیگری اضافه کنیم به گام عقب نشینی رئیس جمهور عراق از معرفی کردن نخست وزیر به پارلمان، و اینو قبل از چند ماه عصائب اهل الحق شیخ قیس الخزعلی اعلام کردن و چند روز دیگه دو روز بیش هم دوباره تکرار کرد که یکی از رؤسای سه قوه، مثلا رئیس جمهور، با امریکایی ها برنامه ریزی دارن، یک برنامه دارن برای ایجاد بحران بزرگ در عراق، و زدن حمله به پایگاه امریکایی در کرکوک تا حالا هیچ کدوم از گروهایی که مثلا گردان حزب الله یا دیگر گروهایی که میشه گفت با ایران ارتباطاتی دارن به عهده نگرفتن، و من هم بعید میدونم که این کار گروه و گردان حزب الله، و من فکر میکنم که این بهانه، یعنی خودشون این کارو کردن. گروهایی که با امریکا ارتباطاتی دارن مثل کردها به عنوان مثال، این کارو کردن تا یک بهانه میدهن به امریکا برای ایجاد بحران بزرگ. ولی در این حمله یک آمریکایی کشته شده. خب یک آمریکایی کشته شده. و در این حال 16 نفر هم شهید شدن. موشک‌هایی که نمیدونیم هنوز دقیقاً، البته اون رو هم، موشک‌هایی رو هم که نفیسه هم در صحبت‌هاش گفت، اون راکت‌هایی رو که در واقع شلیک شده، وقتی بررسی کردن راکت‌هایی بوده که شبیه راکت‌هایی که ایران در سال 2018 می‌خواسته به حزب الله بفرسته.
این شباهتش همون مثل شباهت موشکایی که سازمان ملل متحد تا به حال نتونست ثابت کنه که کار آرامکو، چیزی که در آرامکو اتفاق افتاده، کار ایران. همینطوری تکرار میکنن که موشکی که به آرامکو زده شباهتی داره با یک موشکی که پسر عموی موشک ایران. این بهانه‌ایه. من معتقد هستم که آمریکا میخواهد بحران ایجاد رو ادامه عراق رو ادامه بدهد. تظاهرات در عراق همیشه باید به سمت هیاهو و به سمت هرج و مرج سوق بدهد و اونها برنامه بزرگی دارن برای عراق، برنامه صفقه القرن یا چیز قضیه حل مسئله فلسطین. این هرج و مرج بعدن منجر خواهد شد به نظرشون تقسیم عراق، اعلام یک اقلیم سنی در انبار، همون جایی که الان امروز مورد هدف قرار گرفتن، برای ساکن کردن پناهندگان فلسطینی. و اینو عراق قبول نکرده، نخست وزیر قبول نکرده در این برنامه شرکت کنه و بنابراین الان دارن مجازاتش کنن، فشار میدهن به عراق تا قبول کنن به نامزدی که رئیس جمهور عراق به نظر من و به نظر خیلی از گروه های عراقی وابسته دارد به امریکا و دستورات امریکا در انجام میدهد قبول کنند. یعنی این در سمت ایجاد بحران بزرگ در عراق و این به نفع امریکا نیست. در نظر باید هم بگیریم مسئله سوریه. یعنی الان نیروهای سوریه و نیروهایی که هم متحد هستند با سوریه دنبال آزاد کردن ادلب، امریکا نمیخواهد این قضیه ادلب تموم بشه، بنابراین این بحران هم ایجاد کرده. آقای هاشمیان، نجاح محمدعلی مسئله رو تئوری توطئه اینجا میبینه که داره اتفاق میفته و عملا به این شکل او مسئله رو میبینه، چقدر فکر میکنید درست است؟ خامنه‌ای هم از قتل عامی که بر ضد مردم ایران راه انداخته، این هم گفته که اینها توطئه میکنن و از خارج دستور میگیرن و نفوذی هستن و مسائلی است که اتفاقا در عراق دو ماه اینها را تکرار کردن، ولی ملت عراق جلوی آنها ایستاد و مقاومت کرد و بالاخره آقای عبدالمهدی استعفا داد. همین احزاب مسلح تابع قاسم سلیمانی دوباره آمدن و در واقع نامزد خودشون رو معرفی کردن. یعنی ملت عراق اینها رو از در بیرون کرده، دوباره پنجره دارن داخل میشن. سه بار نامزد همین احزاب مسلح مطرح شد که آقای برهمسال شجاعانه در برابر اینها ایستاد و اینها رو قبول نکرد، چون که خواست ملت عراق، اونهایی که دارن تظاهرات میکنن، اونهایی که چندین سال از فساد در رنجن، از تبعیض در رنجن، از حکومت آخوندهای صادراتی و قوم و جاهای دیگه در رنج هستن، اینها با این کاندیدا مخالفت کردند. و بنابراین این صحبت ها که اونجا توطئه هست، آمریکا داره توطئه میکنه و امثال اینها، یک صحبت های بیمزه و تکراری که هیچ ارزشی نداره. و اینها را از مردم ایران بپرسید، در واقع مردمی که در برابر رژیم ولی فقیه ایستادن و هر وقت خواستن حرکتی انجام بدن گفتن اینها توطئه خارجی است، از خارج دستور میگیرن و امثال اینها. آقای محمدعلی، شاید بیشتر از اجازه میدم که پاسخی شروع بدیم، ولی برای مردم ایران و اتفاقی که امروز افتاده، یعنی حمله ای که در عراق پیش آمده، میتونست علیه یکی از مثلا در ایران اتفاق بیفته با توجه به تهدیدی که مایک پومپئو کرده بود و اون وقت احتمال یک فاجعه بود، برای مردم ایران شاید بیشتر از آنچه که مثلا تظاهرات در عراق الان مهم باشه، اتفاقاتی است و اون نقشی است که ایران و گروه‌های وابسته به ایران در عراق دارن بازی می‌کنند و عملاً به لحاظ دیپلماتیک شرایط ایران رو در موضع سختی قرار میده. چرا مثلا به ایران حمله نکرده؟ نه، منظورم این هست که ولی میتونست، فرض بگیریم که اگر نمیتونه، امریکا نمیتونه به ایران حمله کنه، بالخصوص امروز در این مانور مشترک دریایی بین ایران و بین روسیه و چین انجام شد. این یک پیام مهمی برای امریکا و همپیمانانش که ایران تنها نیست. اولا
و ایران هم میتونه جواب بدهد. من میگم ولی حالا که چقدر این حمله پیامی است به ایران؟ چون این حمله هم پیامی است به ایران مشخص. خب 100% پیام به ایرانه. پیام به ایران. من هم گفتم در قسمت اول گفتم که امریکا میخواهد جلوگیری بکنه یا حداقل به تعویق میکنه قضیه آزادی ادلب. الان در سوریه تقریبا فقط ادلب مونده و نیروهای حزب الله و ارتش سوریه و هواپیماهای روسیه دارن از چند روز پیش تا حالا دارن ادامه بدهن پیشرفتشون در ریف ادلب به سمت شهر ادلب و خود ترکای خورده به توافقاتشون عمل نکرده و قضیه خورده به تأخیر افتاد. امریکا نمیخواد اون قضیه رو به اتمام برسونه و این پیامش به ایرانه که شما زیاد جلو نرو در ادلب. اما مثلا این برادرمون در امریکا اصلا نمیدونه قانون اساسی عراق یعنی چی، در صحبت نکنه از صلاحیت رئیس جمهور. رئیس جمهور اصلا حق ندارد، کسی معرفی نمیکنه. وظیفه رئیس جمهور معرفی میکنه نامزد نخست وزیری که خود گروه بزرگ در برلمان. آقای هاشمیان به شما هم وقت خواهیم داد. آقای هاشمیان به شما وقت میده. شما اطلاع ندارید از قانون اساسی عراق، شما فرق میزنید. اجازه بدید به شما هم وقت خواهیم داد. ما کاری نداریم الان، هرچی که ایشون میگه بذار صحبت کنه. رئیس جمهور وظیفش گرفتن نامزد از کتله بزرگ یا گروه بزرگ در پارلمان و معرفی میکنه. کاری نداره اون شخص کیه، اسمش کیه، و بالخصوص خود رئیس جمهور عراق با رئیس پارلمان و نخست وزیر اونها در یک سبد اومدن. در یک سبد. و در عراق نه فقط هم قانون اساسی عمل میشه، یعنی به قانون اساسی عمل میکنن، نه به توافقات هم عمل میکنن. یعنی رئیس جمهور الان نه به قانون اساسی عمل کرده، نقض کرده، و خود دادگاه میگه، یعنی دادگاه اتحادیه عراق میگه رئیس جمهور نقض کرده و میتوانن کسانی که الان میتونن علیه او شکایت بکنن و نه به توافقات عمل میکنن. ما الان به این قضیه کار نداریم. ما درباره حمله امریکا به خاک عراق و دیروز هم میگن که خود پومپیو رفته به پایگاه عین الاسد سفر کرده و بدون اجازه گرفتن از عراق، این به نفع امریکا نخواهد شد. اولا چون امریکا نمیتواند الان در این شرایط فعلی در چه در منطقه یا چه در خود امریکا وضعیت آقای ترامپ با کنگرس و نزدیکی به انتخابات نمیتونه وارد جنگ بشه با متحدین ایران. نمیگیم با ایران، به نفعش نیست. و به نظر من هر چقدر بحران در عراق به سمت هرج و مرج سوق میدهد به نفع ایران خواهد شد، چون در اون در این موقع ایران حق دارد طبق منشور بین الملل ماده 51 دخالت میکنه در عراق، دخالت نظامی میکنه در عراق، همونطوری که چطور دخالت کرده در سوریه، در حالی که در سوریه توافقات نظامی بین سوریه و جمهوری اسلامی ایران وجود داره و بهش اجازه دادن. این به نفع امریکا نخواهد شد. آقای هاشمیان اگر خیلی کوتاه پاسختون رو بفرمایید و بحث رو ببندیم. مردم عراق دو ماه بعدن بیش از دو ماه به اسم مردم اجازه بده صحبت نکنه. خب ایشون هم به شما هم به اسم مردم اجازه بده. مردم عراق هم حق دارم صحبت میکنم. در تظاهرات اجازه بدید. در تظاهرات هم خود مردم صحبت ایشون رو شنیده بشه. نمیگن این تظاهرات خود مردم عراق، یک قسمت از مردم عراق. اجازه بدید صحبت ایشون هم شنیده بشه. بفرمایید آقای هاشمیان. این مردم دارن تظاهرات میکنن، میگن این گروه های تروریست فاسد مثل هادی عامری، مثل قیس غزلی رو قبول نداریم. اینا با همین آقای هادی عامری 48 نماینده داره، اونم از طریق تقلب اومدن داخل پارلمان شدن. این خودشو فراکسیون 48 داره. 48 داره، دروغ نگو. خب این کتله بزرگ چطور شده؟ چطور دادگاه اجازه داد بهش به عنوان گروه بزرگ در پارلمان؟ ما متاسفانه فراکسیون پارلمانی بزرگ بزرگترین فراکسیون رو آقای مقتدی صدر داره.
54 تا داره که اونم گفت که من در موضوع نخست وزیری شرکت نمی کنم. مردم دارن این بحث رو امروز تمام بکنیم، گرچه نماندیم بر سر اون موضوعی که میخواستیم بیشتر بهش بپردازیم، اونم حمله امروز بود، بحث عراق. همین نشون میده که چقدر عراق با شرایط سختی مواجه است. ممنونم از هر دوی شما، حسن هاشمیان از واشنگتن با ما و نجا محمد علی اینجا در استودیو. ایران میگوید اعتراض دولت فرانسه به ادامه حبس دو فرانسوی از نظر حقوقی بیپایه و نشانگر مداخله پاریس در امور داخلی ایران است. وزارت خارجه فرانسه دو روز پیش سفیر ایران را احضار کرد تا به ادامه بازداشت فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر ایرانی فرانسوی و رولان مارشال، همکار او، اعتراض کند. حبس یک شهروند دو تابعیتی استرالیایی بریتانیایی و اعتصاب قضای او در زندان اوین هم بر روابط ایران و استرالیا تأثیر گذاشته. ریحان مظاهری در گزارشش میگوید زندانی شدن افراد دو تابعیتی در ایران به بخشی از مشکلات پایدار روابط جمهوری اسلامی با کشورهای غربی تبدیل شده. ایران در واکنش به درخواست فرانسه برای آزادی فوری دو تبعی این کشور که در ایران زندانیان، گفته این اقدام فرانسه مداخله جویانه است و فاقد مبنای حقوقی. فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، حدود یک سال و نیم پیش در سفر به ایران بازداشت و زندانی شد. او از پنج روز پیش در اعتراض اعتصاب قضا کرده. در پی اعلام اعتصاب قضایی او بود که فرانسه سفیر ایران در پاریس را احضار کرد و خواستار آزادی فوری او و دیگر شهروند زندانیش رونالد مارشال، پژوهشگر فرانسوی، شد که در ایران زندانی است. او برای دیدار با خانم عادل‌خواه به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشت این دو نفر چند روز پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در فرانسه به استرداد جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی بازداشت شده در این کشور، به آمریکا رأی داد. دادستان‌های آمریکا او را به تلاش برای خرید سیستم‌های ماکروویو‌های صنعتی و سامانه‌های ضد پهپاد برای ارسال به ایران متهم کردند. بعضی از رسانه‌های فرانسه از جمله فیگارو در آن زمان نوشتند که بازداشت فریبا عادل‌خواه و در پی آن مارشال رولان نوعی مذاکره برای مبادله آنها با جلال روح الله نژاد است. هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، گفت که ایران باید وضعیت این دو پژوهشگر فرانسوی زندانی در این کشور را هر چه زودتر روشن کند. فرانسه همچنین سفیر ایران در پاریس را احضار کرد. وزارت خارجه ایران اما گفته این اقدامات فرانسه وضع را پیچیده‌تر می‌کند و کمکی به حل مسئله نخواهد کرد. اینها اما تنها دو ملیتی‌های بازداشتی در ایران نیستند. کایلی مور گیلبرت، شهروند استرالیایی بریتانیایی دیگر دو ملیتی بازداشت شده در ایران است که همزمان با فریبا عادل‌خواه اعتصاب قضا کرده. ایران البته این اقدام او را جفسازی سیاسی خوانده و گفته تسلیم تبلیغات نمی شود و او هم مانند هر محکوم دیگری است که حکم قضایی دارد و باید دوره محکومیتش را طی کند. خانم گیلبرت دکترای مطالعات منطقه خلیج فارس از دانشگاه ملبورن و کارشناس مطالعات خاورمیانه از دانشگاه کمبریج دارد و از 9 ماه پیش در ایران زندانی است. اتهام او جاسوسی و برای او 10 سال زندان در نظر گرفته شده است. به گزارش روزنامه گاردین، او هنگام بازداشت از دانشگاه ملبورن برای بررسی رابطه ایران با شیعیان بحرین بعد از بهار عربی بورسیه داشته. خانم گیلبرت در نامه به نخست وزیر استرالیا نوشته که او را به سلول انفرادی منتقل و شکنجه روانی کردند. علاوه بر این 3 نفر، عده دیگر از شهروندان دو تابعیتی از کشورهای غربی در ایران زندانی هستند، از جمله نازنین زاغری رتکلیف و سیامک نمازی. نگاهی به سابقه آزادی دو تابعیتی‌های زندانی در ایران نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر این آزادی‌ها با اهدافی متفاوت، از جمله مبادله با شهروندان ایرانی زندانی در سایر کشورها یا آزاد کردن اموال بلوکه شده ایران در دیگر کشورها صورت گرفته. مورد اخیر آن آزادی ژیاو وانگ، پژوهشگر آمریکایی، در ازای آزادی مسعود سلیمانی که متهم به دور زدن تحریم‌ها بود. موضوعی که بر شایبه سیاسی بودن این دستگیری‌ها برای اعمال فشار تهران بر کشورهای غربی دامن می‌زند. ریحان مظاهری، بی بی سی. مجید گلپور، پژوهشگر روابط ایران و اروپا، از بروکسل بلژیک با ماست. آقای گلپور، عملاً ایران مطرح کرده که خب این صحبت‌های وزارت خارجه فرانسه به نوعی دخالت هست در امور داخلی این کشور، در حالی که خب این افراد هم فرانسوی هستن. دقیقاً
به لحاظ حقوقی و نیز دیپلماتیک این بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شدیداً غیر منطقی و بی‌پایه است. غیر منطقی به این دلیل که به هر صورت آقای غلام مخشال مثل خانم عادل‌خواه شهروندان فرانسوی هستند و حق قانونی به لحاظ استانداردهای بین‌المللی شناخته شده دولت فرانسه است که از موقعیت شهروندان به خصوص اینکه اعتصاب قضای به شدت وضع فیزیکیشون رو به هم زده پرسجو کنن. این دخالت در امور ایران نیست، این دفاع از حق سلامت شهروندان یک کشوره به همین سادگی. به لحاظ دیپلماتیک اساساً اینکه آقای موسوی به خودشون محکومیت خانم عادل‌خواه رو تو این بیانیه اجازه دادن شدیداً مسئله رو به نظر من بیشتر از اینکه از تنش زدایی در بیاره به تنش بیشتر می‌افزایه، به خاطر اینکه اولا در فرانسه ما به دلیل پرزامپسیون دینوسانس حتی تمام مجرمینی که دعواهای قانونی به سر جرمشون مطبوعاتی شده یا به بیرون اومده مجرم نمیشناسیم تا زمانی که دادگاه تصمیم بگیره. بنابراین آقای موسوی رو خیلی خوب میدونستم و از اون بهتر آقای ظریف، و اینکه چنین اتهامی رو که در دادگاه جلو نرفته، این پروسش اصلا قطع شده از خلال دادگاه الان انقلابی درگیر این پرونده است و اینکه گفته میشه موارد مشخص اتهام توضیح داده شده به نظر من شدیداً حقیقت رو کتمان میکنه. بنابراین به لحاظ حقوقی و دیپلماتیک این بیانیه فاقد اتفاقاً اعتباره و شأن دیپلماسی جمهوری اسلامی رو از اونی که هست پایین‌تر میاره و کار پرونده‌های دیگه‌ای که امروز درگیرش هست جمهوری اسلامی با اروپا رو خیلی شدیدتر حاد می‌کنه. من فقط یک نکته در مورد آکادمیک‌ها و یونیورسیته‌های فرانسه بگم. ما در سطحی هستیم که می‌تونیم تمام روابط علمی بین ایران و فرانسه رو به سطح به اصطلاح قطعی جدا از این پرونده میتونیم به اون سطح برسیم که دیگه این ارتباطات موجود نباشه بین جمهوری اسلامی و فرانسه. بنابراین بسیار کار اشتباهی بوده و هم در شکل و هم در محتوا. خیلی هم به لحاظی شاید عجیب هم باشه که سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهامی رو مطرح میکنه علیه خانم عادل‌خواه، اونم ارتکاب اعمال جاسوسی، و اما از اون طرف وکیل او گفته که مشخصا نمیدونه حتی در واقع ریز این اتهامات چه هست و اساسا بر چه اساسی این اتهام داره به او زده میشه. چقدر راجع به ایشون میدونیم و پروژه‌ای که دنبال میکردن؟ ببینید، من به نظرم آقای دهقان به درستی هر موردی اگر در این پرونده بود هم به سفارت فرانسه در ایران و هم به وزارت امور خارجه در پاریس میرسوندن. متاسفانه چیز مشخصی به نظر میرسه در دست ایشون نیست. و ثانیاً کار وزارت امور خارجه هر کشوری با مقامات امنیتی و دفاعی اون کشور فرق داره. ما در هیچ جا، حتی اگر آقای ظریف از موارد مشابه در به اصطلاح همردیف خودشون آقای لاوروف نگاه کنن، حتی در رابطه با سوریه هیچ موقع بیانیه‌هایی با این محتوای دفاعی و امنیتی ما ندیدیم که از وزارت امور خارجه صادر بشه. بنابراین اون چیزی که خیلی خیلی تأسف‌آوره اینه که از قرار سکو و میشه گفت بلندگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دست مقامات امنیتی و دفاعی قرار گرفته که میدونیم این مقامات هیچ گونه صلاحیت حقوقی بخصوص به لحاظ بین‌المللی ندارن. آقای گلپور، در همین سال جاری میلادی در ماه فوریه جلال روح الله نژاد، یک ایرانی، به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا در فرانسه، در نیس فرانسه دستگیر شد و دادگاه هم حکم استرداد او به آمریکا رو داد. بسیاری از خبرگزاری‌ها دارن میگن که عملاً بازداشت خانم عادل‌خواه بعد از این دستگیری بود. چقدر واقعا میشه احتمال داد که ایران به دنبال آزاد کردن این فرد هست در فرانسه؟ خب احتمالات و گمان زنی ها بیشتر مطبوعاتیه و خب مطبوعات چیزایی رو می‌نویسن که میتونه مشتری زیادی داشته باشه، ولی به لحاظ حقوقی موقعی که شهروندهای در این شرایط خاص ایرانی یا فرانسوی مشکلاتی دارن، قاعده طبیعی اینه که ما به
قضات توجه داشته باشیم و به خصوص به رأی نهایی دادگاه ها. این شخصی که شما میگین در فرانسه دستگیر شده، حتما در پروندهش مواردی هست که فکر میکنم تا حدودی هم مطبوعاتی شده و به لحاظ حقوقی هیچ رابطه خاصی بین این پرونده و پرونده خانم عادل‌خان نمیشه برقرار کرد، چون هر کدوم شرایط خودشونو دارن، مسائل خودشونو دارن و به نظر من این نوع به اصطلاح معامله‌گری و این نوع قیمت‌گذاری بر سر شهروندها و زندگیشون تنها از دست حکومت‌های یاغی و حکومت‌هایی که موارد خاص حقوق شهروندها رو به لحاظ بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسن میتونه صورت بگیره. ممنونم از وقتتون. مجید گلپور، مشاور و پژوهشگر روابط ایران اروپا از بروکسل با. انوشه آشوری هم یک ایرانی بریتانیایی است که 10 سال محکومیتش را در ایران می‌گذراند. آقای آشوری به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده، اما همسرش این اتهام را غیر منطقی خوانده و از دولت بریتانیا خواسته تا برای آزادی او کمک کند. شیرین ایزدی همسر انوشه آشوری اینجا در استودیو با ماست. خانم ایزدی، گفتیم که شما این اتهامات رو رد کردید، دلایلتون چه است؟ اون اتهامات آیا هیچ وقت به صورت مشخص در مورد همسر شما اعلام شد به وکیل شما؟ والا من همسرم در دادگاه اولیه وکیلی نداشت و خودش رو از خودش دفاع کرد. برای اینکه ما 6 وکیل در مدت زمانی حدود 1.5 سال ما 6 وکیل مختلف معرفی کردیم به قوه قضاییه و همه رو به دلایلی رد کردن، گفتن که هیچ کدوم از اینها صلاحیت ندارن و نهایتاً همسر شما بی وکیل عملاً. بله، و اولین دادگاهی که انجام شد گفتن یا باید وکیل تسخیری شما بگیرین و یا وکیلی که ما به شما میدیم و یا خودت از خودت دفاع کنی. و من چون همسرم با اون از اون وکیلی که قرار بود تسخیری باشه هیچ اطلاعی نداشت، هیچ آشنایی باش نداشت، تصمیم گرفت که خودش از خودش دفاع کنه و دادگاه اولیه به این شکل انجام شد و حکم ایشون صادر شد. و در دادگاه تجدید نظر؟ دادگاه تجدید نظر بالاخره اجازه دادن که ایشون یه وکیل داشته باشه و ما یه خانومی رو معرفی کردیم، ولی ایشون هم دقیقاً روز قبل از جلسه دادگاه پرونده بهش داده شد و چندین ساعت بیشتر فرصت نداشت که کل پرونده رو بخونه و بر طبق اون ایشون دفاع کردن از همسر من. درخواست شما، بذارید اینطور بگم، افراد دیگه، اسامی دیگه ای از دو تابعیتی هایی که به خصوص ایرانی بریتانیایی هایی که در ایران زندانی هستند به دلایل مختلف اسمشون رو زیاد میشنویم و شنیدیم و برخی دیگر رو کمتر. شما الان درخواست کردید از دولت بریتانیا که کمک بکنه برای آزادی همسرتون. چه انتظاری دارید و فکر میکنید اونا چی کار میتونن بکنن؟ والا انتظاری که ما داریم اینه که نهایت تلاششون رو به کار بگیرن. تا الان که دیپلماسی پشت پرده بوده به قول اونا و مرتب با وزارت امور خارجه ایران در تماس هستن، مرتب دنبال میکنن این پرونده ها رو، ولی جواب خاصی بهشون داده نمیشه جز اینکه اینها دو تابعیتی هستن و اونها تابعیت انگلیس رو رسما نمیشناسن. بنابراین اونا رو ایرانی میدونن و طبق این میگن که شما حق دخالت در این پرونده ندارید. کمی هم راجع به همسرتون به ما بگید، چه شده بود که به ایران رفته بودن؟ من همسرم مرتب به ایران میرفت. من همسرم مادرش ایران زندگی میکنه و تا سال 2015 هم به خاطر کاری که کارش اصلا در ایران بود مرتب رفت آمد داشتن بین ایران انگلیس. 2017 هم که به ایران رفتن برای دیدن مادرشون بود، چون مادرشون 86 سالشون بود، مسن هستن، کس دیگه ای رو ندارن و یه سفر خیلی عادی بود مثل سفرهای دیگه. ولی متاسفانه حدود 12 روز بعد از این که رسیدن تهران یه روز صبح رفتن خرید و تو خیابون ماشینی پیچید جلوشون رو و ایشون رو گرفتن و انداختن تو ماشین و بردن اوین. ممنون از وقتتون خانم ایزدی. شیرین ایزدی همسر انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی است.
هرچه از سرکوب معترضان آبان‌ماه بیشتر می‌گذرد، انتقادها از حکومت ایران هم بیشتر می‌شود. اما انتقادها تنها شامل مخالفان جمهوری اسلامی نیست. عده‌ای از افراد نزدیک به حکومت هم از نحوه برخورد با معترضان ناراضی‌اند. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. چهل و سه روز بعد از آغاز اعتراضات در ایران، حالا کم کم صدای انتقاد در میان خودی‌های حکومت هم شنیده می‌شود. نحوه برخورد با معترضان، تأخیر شورای عالی امنیت ملی در اعلام تعداد کشته‌ها و بازداشت شدگان از جمله این انتقادهاست. مدیر مسئول روزنامه جوان در سرمقاله به این موضوع پرداخته که در اعتراضات اخیر در میان بعضی از به گفته او حزب اللهی‌ها به صورت مداوم این سوال پیش آمده که چرا رهبر جمهوری اسلامی به جای ایستادن کنار مردم در کنار دولت ایستاده است. عبدالله گنجی در این مقاله پر از ستایش و توجیه یادآوری کرده که آقای خامنه ای حاکم است و حکومت صدها تنگنا و مسئله و موزل دارد که حل بعضی از آنها از قضا تلخ خواهد بود و او رهبری است که با مخالفان نظام هم دیالوگ برقرار می کند. آیت الله خامنه ای پیشتر از تصمیم شورای سران سه قوه برای افزایش قیمت بنزین که آغاز کننده اعتراض ها بود حمایت کرده بود. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. مخفی کاری مقام های حکومت درباره تعداد کشته ها و بازداشتی ها انتقاد بعضی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس را هم در پی داشته. از جمله شهاب الدین بیمقدار از امضا کنندگان اصلی طرح استیضاح وزیر کشور به خاطر نحوه برخورد با معترضان میگوید خونهایی به ناحق ریخته شده و اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد مردم آسی و معترض‌تر می شوند. وقتی مردم را مجبور کنیم که حرف نزنند و با کسانی که حاضرند هزینه بدهند اما حرفشان را بزنند برخورد کنیم، باید انتظار انفجار داشته باشیم. به تازگی فایلی صوتی از غلامرضا حیدری نماینده تهران خطاب به محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی کمیسیون بودجه مجلس در 28 آبان منتشر شده که در آن او از نحوه برخورد با معترضان انتقاد می‌کند. چگونه است کشور داریم ما که ظرف چند ساعت این همه شورش به پا کردن؟ چون همش میگن آقا ضد انقلاب بودن. این آقا نکنیم این کارو، ما الان داریم همه مارک میزنیم به همه. این بی‌عرضگی ما رو نشون میده یا خائن بودن همه ما رو که کشور چجوری اداره کردیم که اینقدر ضد انقلاب و نمیدونم سلطنت طلب و منافق و اینها حاکمیت پیدا کردن. و حالا آقای نوبخت، حضرت عباسی شما خوابتون میبره؟ اینو خواهش میکنم با آقای روحانی هم منتقل بکنید. این خونهای ریخته شده گردن کیه؟ گردن کیه؟ حال ما معتقد به خدا و نماز و قرآن اینا هستیم دیگه. من نمیدونم چجوری شبا خوابو میبره. اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن تو در روزهای اخیر بعضی از منتقدان حسن روحانی از جمله اصلاح طلبان از لزوم استعفای او صحبت کردند. مسئله ای که بعد از اعتراضات آبان مطرح شد و به عنوان راه حلی برای پر کردن شکاف در ساختار قدرت و کاهش تنش مدیریت معرفی شد. اما علی ربیعی سخنگوی دولت 25 آذر آن را تکذیب کرد. برخی معتقدند حالا که نمیگذارند دولت کار کند کنار برود تا عده‌ای که فکر میکنند کشور را بهتر اداره میکنند بیایند و اداره کنند، اما این روزها خواهد گذشت و دولت تا آخرین لحظه به تعهد خود به مردم پایبند است. به نظر میرسد بعد از اعتراضات آبان مقبولیت نظام جمهوری اسلامی در میان افراد نزدیک به حکومت هم تا حدودی کاهش یافته، اما اینها صداهایی است که بیشتر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. صدای بعضی از به اصطلاح خودی‌های حکومت هنوز بلند نشده است. فرین عاصمی، بی بی سی. مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان به ما پیوسته. آقای مهتوی آزاد، کم و بیش میشه گفت که برای اولین بار هست که داریم صداهایی از جبهه در واقع اصولگرایان هم میشنویم، صداهایی که کم و بیش منتظرش بودیم اما خب تا
طول کشیده تا بیاد. چقدر این صداها بلند هست و چقدر در اون جبهه این افراد وزن دارند؟ ببینید، در 10 سال گذشته، در 1 دهه گذشته، به آقای خامنه ای یک شیب تقریبا مستمر داشته به سمت انزوا. یعنی سال 88 با چپ‌ها، با جریان آقای موسوی اینا، با حتی با جریان آقای هاشمی رفسنجانی رابطش رو کات کرد. سال 90 با احمدی نژادی ها به هم زد، بعد هم به جایی رسید که سال 95-96 حتی کسانی مثل ناطق نوری ازش فاصله گرفتن. برای انتقاد همیشه از او بوده، حتی بخش اصولگرا. منتها در تمام این مدت اون هسته اصلی عامیان او، اون که بهش میگن بچه هیئتی ها، بچه مذهبی ها، اونا همیشه با علی خامنه ای بودن. اتفاقی که این بار افتاده این هستش که اصلا تمامی بنیانهای فکری بخشی از این جریان مذهبی، بخشی از این جریان بچه هیئتی ها، اونه که سفارت میگرفتن. من به کادر رسمی بسیج کاری ندارم، به اعضای فعال بسیج کاری ندارم، اونا حقوق میگیرن، پول میگیرن. کسانی که همون کسانی که میشینن گریه میکنن، میگن آقا رهبره، تئوری محضوریت رهبری رو باور میکنن. اینها اساسا شوخ خورده، افکارشون دچار مشکل جدی شدن. این فقط آقای گنجی نیست، در روزنامه جوان در گزارش شما اومده بود که نوشته بود آقای مهدوی عرفا از روحانیون نزدیک به بیت رهبری، او هم همین رو نوشته محبوبیت رهبری کاهش پیدا کرده. چندین مقام در واقع میانی صراحتا یا آشکار اشاره کردن و در شبکه‌های مجلسشون یک عالمه مطلب می‌بینید، شبهه می‌بینید، انتقاد می‌کنن. واقعا نیستش که برای آقای خامنه ای اون جریانی که ازش حمایت میکردن رو تا حدی دچار شبهه کرده، در واقع دیگه فاصله آخری است. کانون شبهاتشون هم هستش که چرا علی خامنه ای با گرانی بنزین موافقت کرد، اون چیزی که قبلا بر مبنای تئوری محضوریت میگفتن اصلا موافق نبوده. چرا آقای خامنه ای دستور شلیک داد، چرا به نیمتنه بالا شلیک کردن. با این مستضعفین که آقای خامنه ای مفهومش رو عوض کرد، تعریفش رو عوض کرد، گفت مستضعفین هم ما هستیم، مگه مستضعفین رو باید چیکار کنیم؟ و نهایتاً چرا آنچه که آقای گنجی نوشته، چرا آقای خامنه ای همچنان از دولت حسن روحانی حمایت میکنه؟ من میخواستم سوالم همین بود عملا. یک بخشی از درون همین اصولگراها هستن که امروز دارن میگن اصلا چرا آقای خامنه ای داره خودش رو خرج آقای روحانی میکنه، و عملا این هم نشون میده که کم و بیش اونها هم به این نتیجه رسیدن که آقای خامنه ای باید فاصله بگیره از اتفاقاتی که داره میفته، اما به دستور خود او زارن. ببینید، در مثل مناقشه نیست. فرض کنید شما در حیات منزلتون یه تعداد حیوان، نمیدونم شیر، پلنگ، سگ، حیوانات قوی نگه میدارید واسه اینکه اگر یه روز دزدی اومد، مخالف پیدا کردید، دشمن پیدا کردید، او رو مثلا بدارن. منتها یه روز شما نیاز پیدا میکنید یه پزشکی، یه جراحی، نمیدونم یه سیمکشی بیاد تو ساختمون شما و شما نیاز دارید به او، و خب اونا میخوان طبق غریزه همین کار رو بکنن، مجبورید اینا رو مهار بکنید، مجبورید در واقع داد بزنید سرشون که حمله نکنید. واقعیت هستش که آیت الله خامنه‌ای در این مقطع به دولت روحانی نیازمند در این مسئله اول هست. بله، جریان بسیج و سپاه اینا بعدشون نمیاد روحانی رو پایین بکشن، اصلا همشون رو بگیرن، حکومت به اونها نیازمنده. دوم اینکه آیت الله خامنه‌ای این تجربه رو خیلی خوب میدونه، از تاریخ آموخته که تغییر دولت در این شرایط یه سیگنال خیلی بزرگه، حکومت رو به شدت ضعیف میکنه. سومی که جریان خود آقای خامنه‌ای چیزی به نام منافع ملی و اینا اصلا سرش نمیشه. همین امروز آقای واعظی افشا کرده که این جریان الان داره لایحه بودجه رو هم در مجلس قفل میکنه، اس ام اس میفرسته به اعضای هیئت ترفیه، کمیسیون ترفیه مجلس. ببینید، اگه قرار باشه کار دست اونها باشه، آقای خامنه‌ای به ساز همونها برقصه، 6 ماه دیگه آقای خامنه‌ای در جایگاه خواهد بود. 6 ماه البته مسئله جدی نیست که معمر قذافی بود. و نهایتا مسئله چهارم هستش که این تجربه رو آقای خامنه‌ای سال 90 داشت، بعد از فاصله گرفتن از احمدی نژاد، که احمدی نژاد از مسئله هسته‌ای کنار رفت. حالا الان داریم پس طرزهاش رو میبینیم، یعنی ماجرای زندانیان و متهمین ترور دانشمندان میاد وسط، آقای مصلحی، خب همه نگاهشون به آیت الله علی خامنه‌ای است، میگن او شکنجه کرد. فکر نمی‌کنم حاضر باشه دوباره هزینه چنین دورانی رو بپردازه. و این گروهی که عملا شما میگید منافع ملی رو هم در نظر نمیگیره، الان با یک بحران روبروست، فکر میکنید راه برون رفتی داره؟ حرفای چند روز پیش سردار نجات که خب خیلی نزدیک ذهنیتش به ذهنیت رهبری جمهوری اسلامی، رئیس محافظان او بوده برای سالها، رو اگر نگاه بکنید تقریبا ناامید میشید، یعنی به صورت کامل هر امیدی رو از دست میدید. او میگوید که اینهایی که معترض هستند، نمیدونم به حاشیه نشین هایی هستند که محصول بیسوادی هستند، محصول فقرن، محصول بدبختن، و مسموم شدن در شبکه‌های مجازی. ببینید، داستان حکومتی که یه زمانی میگفت الفقر و فخری، یعنی فقر رو میگفت شهید رجایی، نمیدونم شهید با هنر بودن،
از داستان الفقر و فقری حالا به اینجا رسیده که سرکوف میزنه میگه اینا فقیر حاشیه نشین بدبخت تو سری خور بی سوادن، اینطوری تغییر موضع میده خیلی روشنه. به گمان من راهی نمیتونن پیدا بکنن، همچنان برای این برای داستان قدیمی که اینا عوامل دشمن بودن اصرار میکنن. در واقع یکی از اون لحظات تاریخی است، متن تاریخ، که بعدها تاریخ نویسا خواهند گفت که آخه چطور شد حکومت اینقدر سرسختی به خرج داد و حتی حاضر نشد یک قدم عقب نشینی بکنه. ممنون از شما آقای مهتوی آزاد. مهدی مهتوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی. قانون نویسندگان ایران میگوید سه عضوش در دادگاه تجدید نظر به زندان محکوم شدند. بنابراین گزارش، بکتاش آبتین و رضا خندان معابادی هر یک به 6 سال حبس و کیوان باژند به 3 سال و نیم حبس محکوم شدند. دادگاه تجدید نظر استان تهران جرم آنها را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام کرده. وکلای آنها به این احکام اعتراض کرده بودند. اکبر معصوم بیگی عضو کانون نویسندگان از تهران از روی خط تلفن با ما هست. آقای معصوم بیگی، آیا انتظار داشتید که در دادگاه تجدید نظر تغییری در این احکام اتفاق بیفته؟ نه، راستش بخواید هیچ انتظاری برای اینکه در واقع این احکام تخفیف پیدا کنه نداشتیم، چون که در تمام این ایام اخیر هم در مورد دیگران همین احکام در دادگاه تجدید نظر در واقع تایید شده، ابرام شده، چنانکه در مورد دستگیر شدگان اول ماه مه همین اتفاق افتاد. ما هیچ انتظار اینکه تخفیف پیدا بکنه نداشتیم، بخصوص با اون حالت تشددی که اونها تو دادگاه و تو اون مراحل دادرسی و بعد بالا بردن در واقع وثیقه از 100 میلیون تومان به 1 میلیارد تومان برای هر یک از به اصطلاح رفقای ما تعیین کردن. نه، انتظار اینکه تخفیف پیدا بکنه نداشتیم. تقریبا حدس می‌زدیم که همین احکام ابرام میشه، که عملا هم شد، البته غیر از در یک مورد که آقای باژن که حکمش تقریبا نصف شده. دو سالی نیم تخفیف شد در مورد آقای باجن. آقای معصوم بگی، اتهاماتی که علیه این اعضای کانون نویسندگان ذکر شده تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور هست، مشخصا به چه مواردی اشاره میشه؟ ببینیم، مصادیقی که در واقع برشمردن، البته این مصادیق قبلا چیزایی مثل تبلیغ برای بدحجابی و اینها هم بود در مورد بیانیه که تایید آمیزی که کانون در مورد قضیه یه حجاب اجباری و اینها داده بود که در مورد دختران خیابان انقلاب، اونها رو دارن حذف کردن. ولی مواردی که در واقع تکرار شده به عنوان مصادیق، انتشار اون 4 جلد کتابی بوده که در واقع هیچ وقت انتشار بیرونی واقعا پیدا نکرد، جز 10-15 دوره‌ای که نجات پیدا کرد از دست نیروهای امنیتی، 100 دوره اون 4 جلد کار تحقیقی پژوهشی که اعضای کمیسیون فرهنگی کانون در واقع تدارک کرده بودند، 3 جلد متن و 1 جلد پوسترهای کانون. یکی از مصادیق اینه، یعنی در واقع تحقیق در تاریخ کانون نویسندگان ایران مرسط 50 سالگی کانون. دومیش انتشار خبرنامه‌های داخلی کانون بوده که می‌دونید خبرنامه‌ها معمولاً اصلاً مشمول هیچ گونه چیزی نیستن، نه چون شما قیمت نمی‌ذاری، داخلیه، تا 200 نسخه هم می‌تونی در واقع هر خبرنامه رو در بیاری، دست کم تو قوانین خود اینها. ولی این یکی از این موارد دیگه‌اش، انتشار به اصطلاح خبرنامه‌های کانونه که معمولا سالی 2 یا 3 نوبت به سلام منتشر میشد. بیانیه های کانون در مقابل اون چه که در جامعه اتفاق میفته، در درجه اول نقض صحیح و به سلام مستمر آزادی بیان. آقای معصوم بگی، بسیار شرمنده شما هستم، اما باید مصاحبه را همونجا قطع کنیم چون وقت ما دیگه اجازه نمیده. اکبر معصوم بگی، عضو کانون نویسندگان از تهران با ما، ببخشید. لایحه بودجه سال آینده ایران برخلاف تبلیغات دولت با ویژگی‌های لایحه پیشین تنظیم شده. تصور بر این بود که در بودجه امسال و همزمان با کاهش شدید درآمدهای نفتی اعتبار نهادهای غیر مولد قطع بشه، اما اینطور نشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خودش میگه منابع دولت در لایحه بودجه غیر واقعی برآورد شده. شیدا هوشمندی گزارش میده. بودجه نقشه راه اقتصاد است.
درک اهمیت ارقام آن ممکن است پیچیده باشد. نحوه نوشتن آن ممکن است فهمش را برای غیر متخصصان سخت کند. اما تأثیر آن بر زندگی شهروندان قطعاً بزرگ است. تقدیم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور هست. برای بودجه سال 99 کسری 50% پیش بینی می شود. این فقط یک عدد است، اما نشانگر نقشه نامطمئن راه اقتصاد ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس ارقام لایحه بودجه سال آینده را غیر قابل تحقق ارزیابی می‌کند. این لایحه مشابه لایحه بودجه پارسال و بدون اعمال اصلاحات ساختاری تهیه شده. میزان و ترکیب هزینه دولت و دستگاه‌های تحت نظرش شفاف نیست. برآورده شدن اهداف درآمدی دولت نامعلوم است. یکی از مهمترین این درآمدها از فروش نفت است. لایحه بودجه 99 درآمد دولت از فروش نفت را در مجموع معادل 48 هزار میلیارد تومان حساب کرده. دولت در این محاسبه فرض را بر این گذاشته که روزانه 1 میلیون بشکه نفت بفروشد. این در حالی است که فروش رسمی و قاچاق ایران در خوشبینانه ترین حالت به 500 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. کمک معیشتی بالاتر. دولت همچنین قرار است حدود 30 هزار میلیارد تومان از سهم نفتی صندوق توسعه ملی قرض کند. موضوعی که در مجلس بحث برانگیز شده، چرا که دولت این بدهی خود را جای درآمدش محاسبه کرده. نکته مهم ما در حوزه نفت بحث برداشت از صندوقه. 20% رو گفتن ورودی خود صندوق باشه، 16% رو گفتن فریز کنیم دولت ازش استفاده بکنه. باز یکی از بحث‌های جدی ما که نقد هم داریم و گفتیم و انتظار داریم که مجلس حتما اصلاح کنه اینجاست. دولت این رو به عنوان درآمد خودش محسوب کرده. طبق قانون برنامه ششم شما هرچی از صندوق توسعه ملی برمیدارید میخواد اسمش فریز باشه، میخواد اسمش منابع ورودی باشه. یک، اذن مقام معظم رهبری رو میخواد. دو، بدهی دولت به صندوق است. یعنی بعداً دولت باید در یک فرایند تقسیط شده این بدهی رو برگردونه. بخش دیگری از درآمدهای دولت از فروش دارایی‌های دولت تأمین میشود. اما بخش عمده درآمد دولت از مالیات است. رقمی حدود 198 هزار میلیارد تومان. تجربه سالهای گذشته اما نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی به طور کامل محقق نمی‌شود. اینکه دولت با سختی برای این 3/4 بودجه کل کشور صرف بنگاهداری دولت می‌شود و تنها 1/4 آن برای طرح‌های عمرانی و حکمرانی است. مجموع بودجه عمرانی حتی از مقدار کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی هم کمتر است. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نزدیک به 80% از کل هزینه‌های دولت مربوط به پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و بنیاد شهید می‌شود. این هزینه‌ها با وجود محدودیت‌های درآمدی دولت نسبت به امسال بیشتر هم شده. هزینه عمومی دولت در بودجه سال آینده 4% نسبت به امسال بیشتر می شود. مجموع هزینه سازمان‌های تحت نظارت دولت، نهادهای نظامی و امنیتی 9%، اعتبار بنیاد شهید 41%، صندوق بازنشستگی کشور 43% و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح 64% بالا می رود. افزون بر این، همچنان میزان درآمد دولت از نهادهای مذهبی و سازمانهایی که خیریه نام می‌گیرند و تحت نظارت رهبر ایران مدیریت می‌شوند نامشخص است. این نهادها که فعالیت اقتصادی می‌کنند و درآمدزا هستند بدون آنکه صورت‌های مالی خود را منتشر کنند، مانند یک سازمان خیریه در واقع هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. کاهش اعتبار این نهادها و شفافیت در دخل و خرج دولت هزینه سنگین سیاسی دارد که تا به حال هیچ دولتی نخواست آن را بپذیرد و بپردازد. بودجه امسال رشد اسمی 16% نسبت به سال گذشته دارد، اما از آنجا که تورم حدود 50% برای سال آینده پیش بینی می شود، این بودجه در واقع رشد نکرده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری و ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.